خب همینجوری مشغول حرف زدن هستم توی خیابون و اینجا منظره خیلی جالبی متفاوته، بسیار متفاوتی هست. دستیمای برق اگر توجه بکنید همچی صحنه ای رو من در زندگی دیده بودم که خیلی ارگانهای مرتب و هر تیر برقی چند تا دونه دونه پرد میشه. خط اینا که اصلا غیر قابل خوندن چیش قابل تشکیل نمیتونم صحبت بکنم، خیلی کم برگ فروشنده هاشون شاید حرف کنم که کردیت کارتم خیلی جا قبول نیست، بیشتر باید حتما پول کش داشته باشید همراهتون. و علاوه اینی که برای ایستگاه اتوبوس ها مگه شما دقت بکنید اینا هم حالا هم به فارسی هم به انگلیسی نوشته به خط تایلندی، ولی واقعا خوندنش مشکله. گوگل مپ هم که کار میکنه با فونت ها رو برمیداره، همون فونت های خودشون رو نشون میده، یعنی شما نمیدونی الان کدوم خیابونی کجا بخواد بپیچی. و یه مقدار این بابت چالش بزرگی داره که خوب بخواد بیاد اینجا. و تی موبایل هم اینجا آنتن میده ولی خیلی ضعیف، یعنی عملا اینترنت شما ندارید اگر بخواید مثل اروپا و اینا نیستش که بتونید استفاده بکنید. حتما باید یه سیم کارتی رو با خودتون همراه داشته باشید یا بخرید. در این حال فعلا بعده که مشغول قدم قدم و هوا هم یک هوای رطوبتیه، اگه آفتاب باشه گرمه، شاید حدود 30 درجه، ولی خوشبختانه الان ابر رفت، ابر اومد و یه مقداری خنک شد. و همیشه یه باد و نخیمی هم فعلا در حال وزش هست یکی دو ساعتی که من دیدم. بله حالا بریم جلوتر ببینیم دیگه چی چی باید ببینیم. خدمت شما بگم که 40 دلار رو داد 1700 واحد خود تایلند. حالا اینجا بنزین و گده لیتری 40، شما تخمین کنی خودتون ببینید چند دلار میشه. خب به نظر شما اگه مشترکی که این بگانه بگه که من اتصالم قطع شده، مثل این سیمه که الان قطع شده، این کارشناخت های اداره مخابرات یا برق حالا اصلا بیان اینجا چی کار میخوام بکنن، یعنی از کجا میخوان شروع کنن و حتی سر سیمرم بخوان پیدا بکنن، فکر نمی کنن یه هفته زودتر بشه بهش رسید. یه روزخونه ای هم اینجا در حالتی داره بوی بسیار تعفن و گندی هم میاد به علاوه این ماهی سرخ کرده که چون دیگه اینجا کسایی که درست نشون هست بخورند و حالش رو ببرند. این هم چهارراهیه که دیگه استوب تایم و اینا نداره، هر کی هر کار دلش بخواد میکنه، در هر جهتی بخواد میره و با خیال راحت. این هم افتون اینجا که حالا چند تا نمونه است باید دارم بریم جلوتر ببینیم که دیگه چراغ آبر پیاده هم نداره. اینجا اگر ریکشه ها هم هست که احتمالا شاید منم بتونم بگیرم، منطقه چون اینجا مپ کار نمی کنه، آنتن نداره، جرأت نمی کنم سوار شهرشم، چون اینجا هرچی اومدم پیاده بوده و حواسم هست که چجوری برگردم به اون متروی فرودگاه.
میخواستیم یه خط تلفن برای خونه بگیریم. تو کوچه ما فکر کنم 7 8 تا خونه بیشتر نبود و کلا هم کوچه های بالاتر هم همین قبول بود. بعد 5 6 سال شاید هم بیشتر آره طول کشید تا ما تو نوبت وایسیم تا اینا بتونن اون پست تلفن سر کوچه رو یه چند تا خط بهش اضافه کنن که به خونه ما هم تلفن بدن. البته اونا عقلشون شاید نرسیده بود موقعی که اینجوری هم میشه سیم بکشی و قشنگ راحت نگاه تو خونه هم بتونی تلفن بدی. این خیلی برای من جالبه. البته من بگم به شما در مقابل چیزی که در هندوستان شما خواهید دید، این یک تارنکبوت خیلی فرسود و این هر چی اینجا میبینید اونجا باید قبل داره چند بکنید تا بتونید تجکم کنید که اینا نمیدونن چرا با این ورک نگهداری اینا با کیه دارم. و الان اون خونه بگی من یه دن تلفن میخوام مثلا چی کار میکنم اینجا و کجا سیمه پیدا بکنم من ببینید چرا نبا و من خودم الان خیلی دیگه اینترست میکنم که بخوام بیام اینجا رو ببینم. در همین حد یه اوز برام کافی بود و بیشتر هم بیش برام جالب نیست. البته خوشحالم که اومدم و نه این که پشیم باشم، نه این که آدم یاد میبینه میفهمه دیگه، یاد میگیره میبینه. الان من به تاکسی قشنگ پول دادم، اتوبوسش خیلی در بوده، قشنگ چند ساعت داره منو تو شهر میچرخونه، کولرم روشنه، شیشه هاشم دودیه و آفتاب تو نمیاد. خب خوبه دیگه، حالا با $3 ایشون داره چند ساعت منو میچرخونه و من هم قشنگ نگاه میکنم شهر و وگرنه اتوبوس سواری و اینجا خیلی وحشتناک، هم شروع و هم ترافیک، هم مثل روم و نمیدونم لندن و اینا نیستش. نه شما فواشی و راه باشه راحت اونا رچن برن. اینجا هم فرمان ماشینا با راست هستش، جهت خیابونا برعکس مثل مالزی. ساختار اینجا هم بیشتر شبیه همون مالزی هستش. البته من اونجا رو پیشرفته تر و جدیدتر میبینم نسبت به اینجا، ولی چیزش یکیه تقریبا مایش.